تقدیم برترین سلام ها و درود ها به خاتم پیغمبران پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیدگان و همچنین عرض سلام و درود و احترام خدمت یکایک شما همراهان شما بزرگواران شما عزیزانی که همیشه با رسانه جهانی هادی تیوی همراه هستید آغاز میکنیم مصباح الهدای دیگر رو امشب اما متفاوت همونطور که در تصاویر مشاهده میکنید امشب افتخار داریم تا در خدمت شما بزرگواران باشیم از جوار بارگاه ملکوتی و نورانی آقا امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و امیدواریم بتوانیم در این افتخار و در این خدمتگزاری سربلند از کار براییم. اولا اجازه میخواهم تسلیت عرض بکنم ایام آخر ماه صفر ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام و محضر عزادار واقعی این شبها حضرت صاحب الامر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین به محضر شما مؤمنان عزیز تقاضا دارم هر جا در این شبها و روزها به عزاداری پرداختین حتما ما و همکاران ما را در این شبکه دعای خیر خودتان فراموش نکنید. افتخار داریم امشب در خدمت اندیشمند متفکر صاحب نظر جناب استاد سجادی عزیز باشیم با وجود مشغله هایی که داشتن استاد قبول کردن و در این چند شب میتوانیم انشاءالله از فرمایشاتشون در این برنامه استفاده بکنیم. استاد سجادی عزیز سلام علیکم، شب شما بخیر، تسلیت عرض میکنم. و علیکم السلام، شب شما بخیر انشاءالله. منم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض تسلیت دارم. امیدواریم که در این ایام حضورمون را در محضر صاحبان این ایام به اثبات برسانیم با اولوگیری و به هر جویی هرچی بیشتر انشاءالله. استاد عزیز بسیار تشکر میکنیم. من یک عذرخواهی از بینندگان عزیز داشته باشم، عنوان برنامه در آستان خورشید هست. این برنامه در این چند شب انشاءالله از کنار مسجد نورانی آقا امام علی ابن موسی رضا علیه السلام تقدیم شما بزرگواران میشه. استاد عزیز انشاءالله میخواییم در چند شب در مورد در واقع نقش الگوگیری معصومین علیه السلام در تکامل انسان کمی از شما بشنویم، یاد بگیریم و انشاءالله که بتونیم در زندگی خودمان به کار ببریم. اگر مقدمتا فرمایشاتی داریم در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شما سوال مهم و سرنوشت سازی است. قبل از اونی که ما به اصل این سوال بپردازیم و پاسخ مناسب ارائه بدیم باید این نکته رو مطرح کنیم که ما چشم به جهان باز میکنیم، زندگی دنیایی رو شروع میکنیم، دنبال چی هستیم؟ اصل خداوند این مقطعی از زندگی ما انسانها را که مقدر کرده غرض از خلقت انسان در مقطع زندگی روی زمین چی بوده؟ اینو به این مطرح با دلیل مطرح میکنم که اگر ما راز خلقتمون رو بفهمیم و فلسفه خلقتمون رو بفهمیم میتوانیم که زندگی روی زمین رو مورد بهره برداری هرچی بهتر و بیشتر قرار بدیم. و اگر نه ما فلسفه خلقتمون را و فلسفه زندگیمون را در روی زمین ندانیم ممکن است که این فرصتی بسیار طلایی
حالا 70 ساله یا 80 ساله یا 100 ساله از دستمون بره و ما بهره ای نبریم. استاد فرصت طلایی فرمودید. چرس کنم طلا چون شیء قیمتی روی زمین طلایه، وگر نه خب اگر چیز دیگر میمود تعبیر دیگر میکردیم. این بسیار با ارزش، ارزش فوق العاده است. ما یک اشاره کنم، یک اشاره بسیار کوتاه بین پرانتزی، این 70 سالی که ما فرصت داریم بناست زندگی جاودانه ایمون را نیازاش رو تأمین کنیم، زندگی جاودانه ایمون را نیازهایش را در همین 70 سال تأمین کنیم. اگر غافل بودیم از فلسفه خلقتیمون، ممکنه که نیازهای زندگی جاودانه ما مورد تغافل قرار بگیره و ما گرفتار شیم در زندگی جاودانه، محروم باشیم، عقب مانده باشیم، خلاصه خود بازنده باشیم. عرض کنیم که خلقت انسان در متون دینی ما و در قرآن، در روایات به وضوح مطرح شده. ما از یک آیه استفاده میکنیم، اون آیه اینه که مستمعین ما و شما هم غالبا این آیه را حفظ داره، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ببینید فلسفه خلقت جن و انسان این است که خدا را عبادت کنه، تمام شد. حالا ممکنه بنده خدایی در 24 ساعت چند رکعت نماز بخونم که خب فلسفه خلقت ما عبادت بود، منم عبادت کردم، آیا درست شد؟ به هدف رسید و فلسفه خلقت محقق شد؟ این سوال جا داره و این سوال کمتر مطرح میشه. چون این سوال کمتر مطرح میشه، لذا ما به فلسفه خلقتمون پی نبرده چشم از جهان فرو میبندیم. زهی خسارت بزرگ و سنگین. عرض کنیم که در عرف مردم عبادت غالبا با یک معنای محدودتری مورد متوجه قرار میگیره. میگن پرستش، در صورتی که اونم درست، البته ما یک بخشی را به عنوان پرستش داریم که ذات عمل مطلوبیت داره، ذات عمل مطلوبیت داره و ذات عمل تحت عنوان تواضع و فروتنی و کرنش مطرح هست. تواضع نشون میدیم، بندگی نشون میدیم. خدا میگه ما بنده تو هستیم. بخش عبادت داریم به این معنی که به عرف میفهمه، ولی در متون دینی ما معنای عبادت عامه. ما یک مثال خیلی ساده براشون بزنیم، مستمعان ما از این مثال میتونه خوب استفاده کنه. داستان بشیر حافی را همه شنیده. بشیر حافی از زهاد و عباد تاریخه، ولی در اول آدم دو جوری دیگری بود. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه در بغداد، چون امام علیه السلام خیلی از وقتا در بغداد تحت نظر بود، منتها فرصتی راه رفتن داشت در کوچه و خیابان. یه روزی آمد از پیش خانه بشر یا بشیر رد شد، مجلسی عیش و نوشی برگزار بود. در اون لحظه خادم بیرون آمد، حالا زباله میداخت بیرون چیکار میکرد. حضرت سوال کرد که صاحب خانه عبد یا آزاد؟ عبد یا آزاد؟ خادم گفت نه الحمدلله آزاد. و بله اگر آزاد نمی بود این گونه مجالس را برگزار نمی کرد. برگشت خادم، برگشت بشر متوجه شد که یک گفتگوی بیرون صورت. گفت کی بود و چی گفت؟ گفت یک آقایی بود. گفت چی گفت؟ گفت پرس صاحب خانه عبد یا آزاد، تو چی گفتی؟ گفت من گفتم که آزاده. گفت بله اگر عبد می بود این مجالس را برگزار نمی کرد. دوید، حتی فرصتی کشف پا کردن پیدا نکرد. حافی بونه کنه دوید خدمت امام رسید و برای همیشه توبه کرد، خواست بنده باشه. خب مجلس رقص و آواز که پرستش نیه که عبد اگر می بود مثلا این کار رو میکرد، نه، او یک کاری حضرت خواست بفرماید که بنده خدا نیست، در صدد این اطاعت خدا نیست، یعنی حتی در کارهای عادیش هم خدا را
معبود خود بدانه و ازش باید اطاعت کن. پس از این داستانی کوتاه ما چی میفهمیم؟ این رو میفهمیم که در متون دینی ما عبد یک معنای گستردم داره و اون تقریبا معادل و برابر با اطاعت خداوند و کسب رضایت خداوند میتواند. پس فقط استاد ما عبادت در اعمالی که ظاهر عبادی دارن نمیتونیم خلاص احسن تو فقط نماز خواندن ما مثلا ما شما نشستیم داریم زندگی میکنیم، آیا این عمل ما عبادته؟ باید عبادت بشه. یعنی کسانی که مشغول رانندگیه، مشغول دکانداریه، مشغول تأمین زندگی نفقه است، همش میتونه مصداق عبادت و بندگی باشه، عبادت و بندگی باشه. خب بر این اساس ما عبادت رو اینجوری معنا کنیم و در اینجا این نکته رو اضافه کنیم که خب اگر عبادت اینجوریه پس تمامی ابعاد زندگی ما باید رنگ و بوی عبادت داشته باشه، یعنی در چارچوبی رضایت خداوند با دستور خداوند انجام بگیرن. آیا اینجا معنی میشه استاد نه؟ و ما خلقت الجن والانس لیعبدون. بله بله، یعنی هیچ کار دیگری ازش خواسته نشد جز بندگی خداوند، جز بندگی خداوند. اگر مسلمان جماعت این مطلب رو خوب متوجه شد از همین لحظه، از فردا زندگی تغییر میکنه. البته اون در لابلای بحث مطرح میکنیم که پس پرستش عبادت به معنی خاص چرا؟ فلسفه چیه؟ اون فلسفه داره. در واقع با یک جمله میتونیم اینجوری تعبیر کنیم که اون ما نماز میخوانیم تا تمرین بندگی خدا را توسعه بدیم در کل زندگی خود. پس معنای عبادت رو به صورت فشرده متوجه شدیم که به معنای اطاعت مند، در دل این اطاعت عام که کل زندگی رو میتونه پوشش بدهد پرستش و عبادت خاص هم گنجانده میشه، مثل روزه گرفتن، نماز خواندن، دعا کردن. و اطاعت در مسیر کسب رضایت خداوند هست. بله بله، پرستش به معنای خاص در واقع ما رو شارژ میکنه که اطاعت خدا رو تعمیم بدیم در تمام ابعاد زندگی. این مطلب رو اینجا مطرح کنیم. مطلب بعدی که خب خدا خلق کرده ما رو برای عبادت، یعنی چی؟ یعنی خلق کرده بعد از اونی که خلق کرده مدتی به حال خودش ما گذاشته، بعد پیامبر فرستاده، با پیامبر دستور داده، با پیامبر اون زمان هر زمان که تو به مردم بگو کشانی که به سن تکلیف رسیده اینا باید در چارچوب خواست خداوند و رضایت خداوند و امر خداوند زندگی کنه. همین مقصود؟ نه. اینجا یک مطلب بسیار مهم میه که اینم برای مکلف انسان مسلمان تصورش، مطالعهش، تصدیقش بسیار سازنده و اون اینه که ما خلق کردم که انسان جن و انس عبادت کنه. اصلا خلقتش آمیخته با عبادت. یعنی چی؟ این بچه که تازه به دنیا آمده خلقت یافته، خلق شده، آیا خلقتش آمیخته و توأم با عبادت؟ بله. برای چی؟ برای اینکه در خلقت انسان گرایشی به اطاعت خداوند گنجانده شده و این خیلی مهمه. ما آیه‌ای داریم در قرآن کریم، ظاهر سوره انعام آیه 161، آیه اینه، مخاطبش این علم اعهد الیکم یا بنی آدم، فرزندان آدم، ما از شما تعهد نگرفتم ان اعبد الله ان یعبدونی علم ان یابنی ان لا تعبد الشیطان علم احد الیکم یابنی ان لا تعبد الشیطان و ان یعبدونی و هذا صراط مستقیم. آیا این یادتون نیست؟ ما که شما را خلق کردیم از شما پیمان گرفتیم، تعهد گرفتیم که عبد شیطان نباشید، عبدی من باشید.
و این عبادت صراط مستقیم. آیا این سال مطرم شد که این گفته عبد شیطان نباشد نباشید، آیا مقصود پرستش شیطانه؟ البته ما در جامعه بشری بدبختی رو داشتیم که بعضی ها شیطان پرست الان ممکن وجود داشته باشه، شیطان پرست، ولی مخاطب آیه عام همه انسان، همه انسان هم میگه ما شما تعهد گرفتیم. این تعهد، تعهد همزمان با خلقت در سرشت انسان بندگی خدا گنجانده شده و تزریق شده، نهادینه شده که انسانی که به دنیا میآید با تمایلی به اطاعت خداوند به دنیا میآید و در معرض خطر اطاعت شیطان هم قرار داره. پس انسان دو را بیشتر نداره، یا در مسیر اطاعت شیطان، بعضی وقتا حتی ممکنه نماز پرستش، مشغول پرستش بشه انسان، ولی همین نماز را به قصد ریا و تظاهر، ریا و تظاهر با واسطه شیطان، یعنی با نماز عبادت شیطان را میکنه. پس ما دو نکته را تاکید کنیم از این آیه کریمه. نکته اینه که عبادت معنای عام داره، وگرنه شیطان تنها عبادت شیطان تنها معنای پرستش نیست، همه انسان ها گرفتار این عبادت هست ولی همه پرستنده شیطان نیست. پس باید بگو عبادت به چی معنیه؟ به معنای عام، شامل مطلق اطاعت میشه. این نکته اول. نکته دوم که از هر انسان تعهد گرفته شده در عالمی، در عالم زر میگن، بعض تعبیر عهد الست میگن، تعبیر مختلف، اون لحظه ای که انسان لباس خلقت به تن میکنه، در اون لحظه به انسان این آموزش داده شده که تو در روی زمین وظیفت است اینه که خدا را اطاعت کن. این پس آموزش بیرونی نیست، آموزش مربوط به خلقت انسان. تا زمینه فراهم شوه برای آموزش های بعدی. آموزش های بعدی چیه؟ آموزش های بعدی وقتی که عقل و خرد این انسان به کار افتاد، خب برش میشه توضیح داد که تو اگر اطاعت خدا را کردی به چیزهای خوبی میرسی، به رستگاری میرسی، ولی اگر با وسوسه شیطان زندگی کردی تو خسارت میکنی. اینجا عقلش فعال میشه، با عقلش میفهمه که ما وظیفه ما در روی زمین اطاعت خداونده. تا به سن بلوغ برسی، به سن بلوغ که رسید همین سخنی، همون سخنی که در فطرتش وجود داره، سخنی که با عقلش درک میکنه، همون سخن رو از زبان دین هم میشنوه. که حالا که به سن بلوغ رسیدی تمام حرکت هایت باید در چارچوب امر و نهی الهی باشه، همیشه مشغول بندگی خداوند باشه. استاد تشکر. چه آیه مهمی است آیه 161 سوره انعام. بله. در واقع بحث عبادت برای همه انسان ها. بله. در همه مکان ها، در همه زمان ها، از اول خلقت تا زمانی که بالاخره انسان ها به وجود میآیند و خلق میشوند، این بحث عبادت هست و در واقع هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که من چون مسلمان نبوده، من چون پدر مادر مسلمان نبوده، یا مثلا ما دین دیگری داشتیم، ما پس قرآن چون نداشتیم، چون قرآن نخوندیم، پس من نمیدونم، ما عبادت شاید نکردیم، شاید. بله. اصلا عبادت از گردن ما خلا بالاخره دعوت سریش، دعوت قویه. بله. و این بحث مطرح میشه که آیا در روز قیامت بر اساس دعوت سرشت و فطرت مردم مؤاخذه خواست؟ احتمال قوی وجود داره. تو که از درونت، از درون دستور دریافت میکردی که تو مهمل نیستی، تو خلقتت در روی زمین، زندگی در روی زمین فلسفه داره، غرض و مقصد در کاره. تو چرا دنبال این مقصد و غرض راه نرفتی؟ ممکنه مؤاخذه بشه. نکته دیگری که یعنی بودنی صراط مستقیم همین عبادت و دو مسیر، دو روی یک سکه ای است که اولا از شیطان پیروی نکنید، دوما از خداوند پیروی کنید. این دو روی یک سکه در واقع هم ما را در راه مستقیم نرساند، درست؟ نه ببینید،
بگو که انی عبودونی مرا عبادت کنید و این صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی چی؟ خب این صراط مستقیم یک کمی فرصت که دارم توضیح بدم. انشاءالله ما یک دقیقه دیگه یک با میان برنامه ایزان متفهمون آماده کردن با هم دیگه میبینیم و باز دوباره برمیگردیم. خب اشکال ندارم و توضیح میدیم انشاءالله بعدا توضیح. و استاد انشاءالله در بخش دوم ما دوست داریم بیشتر در مورد همین بحث تبعیت از شیطان که چه رقم ما را از راه مستقیم دور میکنه یک کمی هم برای ما از این انشاءالله. عزیزان بیننده میان برنامه از همکاران ما آماده کردن با هم میبینیم همچنان از کنار حرم نورانی آقا امام علی بن حسین رضی الله تعالی و سلام در خدمت شما هستیم و انشاءالله بعد از وقفه کوتاه در خدمت شما دوباره خواهیم رسید و ادامه بحث ما در خدمت استاد سجادی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ای امت رسول قیامت بپا کنید لبریز جام دیده ز اشک عزا کنی در ماتم پیامبر و تنهایی علی باید برای حضرت زهرا دعا کنید باید برای حضرت زهرا دعا کنید ز داغ من ببرخت عزا کن ای علی جانم خدا حافظ برای من دعا کن ای علی جانم علی جانم علی جانم پس از من زخم های کی نصر و می کند بهرت برو خود را مهیای بلا کن ای علی جانم بلا کن ای علی جانم به دستت می سپارم از تی خود را گل خود را ز جان و دل غم او را دوا کن ای علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم مقرر گشت بر تو سر رو غربت ور نمی گفتم که اول می خورا از در جدا کن ای علی جانم جدا کن ای علی جانم بگو آید حسن تا من زنم بوسه بلبایش بگو آید حسن تا من زنم بوسه تو پاکش کرد هزار موج تبا کن ای علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم نهد بر
سینم تا سر بگیرم بوس از انجر نهد بر سینم تا سر بگیرم بوس از انجر تو عشقم را حسینم را صدا کن ای علی جانم صدا کن ای علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم برای ماندن نهضت پس از خون حسین من برای ماندن نهضت پس از خون حسین من تو زینب را سفیر کربلا کن ای علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم یا رب یا رب ذکرم دری برویم بکشا یا رب ذکرم دری برویم بکشا راهی که در او نجات باشد بنما مستغنیم از هر دو جهان کن بکرم مستغنیم از هر دو جهان کن بکرم جز یاد تو هرچه هست بر از دل ما اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با افتخار تقدیم شما میکنیم بر آستان خورشید به صورت زنده و مستقیم از بستر رسانه‌ای هادی تیوی. امیدوار هستیم در این خدمتگزاری سربلند از کار براییم، از کنار مسجع نورانی آقا امام علی بن موسی رضا علیه السلام دعاگوی شما عزیزان هستیم. شما هم هر جای این کره خاکی هستید و در هر ساعتی از شبانه روزی برنامه را میبینید، امیدواریم ما خدمتگزاران خودتان از دعای خیر خودتان فراموش نفرمایید. در خدمت استاد عزیز صاحب نظر محترم جناب حاج آقای سجادی هستیم. لطف کردن در این شبهای آخر ماه صفر دعوت برنامه را قبول کردن، از ایشان استفاده می‌نماییم در بحث نقش الگوگیری از معصومین علیهم السلام در تکامل انسان. استاد سجادی عزیز مجددا سلام عرض می‌کنم. علیکم السلام. و در بخش اول دو آیه بسیار تاکید شد، آیه اول و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و آیه دوم آیه 60 و 61 سوره یاسین. یاسین بله. استاد عزیز در خدمت شما هستیم در ادامه بس ببینیم که ببینید ما یک نکته را در همون سوره یاسین داریم. انا عبودونی و هذا صراط مستقیم، یعنی چی؟ عبادت صراط مستقیم، عبادت به همون معنا. اگر بنده خدا فلسفه خلقتش را متوجه شد و تمام حرکت هایش را خواست در چارچوب عبادت خدا انجام بگیره، این در راه هم در مسیر مستقیم، در مسیر مستقیم که بود تقرب الی الله ممکنه. این قربت اللهی که به ما و شما پدران ما یاد داده، مادران ما یاد داده، به برکت عبادت خدا هست در تمام عرصه های زندگی. هر لحظه که ما غافل شدیم، یک لحظه غافل شدیم صد ساله را هم دور شد. بله، پس بنابراین بودن در صراط مستقیم متوقفه بر این که ما عبد باشیم در تمام عرصه های زندگی. ولی خطر وجود داره، خطر وسوسه. وسوسه چی میگه؟ وسوسه میگه که تو این راه صراط مستقیم را ول کن. و این که آخرین سوره قرآن سوره ناس اختصاص به وسوسه داره و هشدار دهنده ترین سوره به حساب میآید. و انسان میگه که
خب حتی پیامبر داره مخاطب پیامبره، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، سه تا از اسامی خدا، اسامی خداوند رو میبره، نگفته پناه بر به خدا، به عبادت اله، به معنی عبادت، به فرمان روایی خدا، به عبادت خدا، به پروردگار، پرورش دهنده خدا پناه ببر. از چی پناه ببر؟ من شر الوسواس، وسوسه کننده الخناس، وسوسه کننده یکی جست و خیز و فراز و فرود داره، ظاهر میشه، تلاش میکنه که تو رو وسوسه کنه، اگر مقاومت کردی پنهان میشه، دوباره به سراغت میآید، رها نمیکنه. من الجنتی والناس، در یک مرحله ممکنه شیطان تنها باشه، ولی در تربیت شاگرد شیطان خیلی ممتاز این نمره داره، انسان ها رو در اسلام خودش میگیره. ببینید مثال خیلی زیاده، این که انسان ها چطور انسان رو وسوسه میکنه، زرق و برق دنیا رو انسان ها ایجاد میکنه تا بیننده رو وسوسه کنه که از خط عبادت عبور کنه، اطاعت خدا رو کنار بگذاره، با اطاعت میل برسیدن به مطامع دنیا راه شیطان رو دنبال کنه. پس بنابراین ما وقتی که در رابطه با وسوسه شیطان، عبادت شیطان بحث میکنیم، الان میتونیم محاسبه کنیم. ما امروز سپری شد، خب مجموعه ساعاتی که بیدار بودیم حدوداً 15-16 ساعت بوده، در این 15-16 ساعت تمام این 15 ساعت ما فعال بودیم، یا کنش داشتیم یا کنش داشتیم. آیا یک کنش ها و کنش های ما در راستای وسوسه های شیطان یا انسان های شیطان صفت بود یا نه؟ در راستای اطاعت از فرمان خداوند ما زندگی رو میتونه ارزیابی کنه. استاد پس اگر معصومین علیه السلام بفرمایند که قبل از خواب هر شب به امور خودتان رسیدگی کنید، یک ارزیابی بکنید که امروز چیکار کردین، در روزی که گذشت بر شما فرصت داشتید که زندگی کنید، فرصت داشتید که یا در راه خدا باشید یا در راه غیر خدا، بله چی کردین؟ بله. اینجا معنا میتونه مثلا محاسبه معنا، بله. چون مثلا خیلی حساسه، خطر خیلی جدیه، این که ما خطر را جدی نمیگیریم چون زرق و برق ما را غافل میکنه. البته این سال جو مطرح میشه که پس زرق و برق چیکار؟ اون چیکار نه، قابل جمع. ما میتوانیم در مسیری در صراط مستقیم باشیم، در حال تقرب هم باشیم، زندگیم هم زندگی زیبا باشه. زندگی یک فقیرانه مورد خاص خدا نیست، نظام اللهم اغنی کل فقیر، همه باید غنی باشه، یعنی سرسرت زندگیشون سرسرت خوبی باشه، منتها با حفظ بندگی خداوند تفاوت به وجود میاد، که ما زرق و برق دنیا را با حفظ بندگی خداوند داشته باشیم این مطلوب، ولی با غفلتی از یاد خدا بود اطاعت شیطان. استاد من یک فرصت از شما میخوایم، پول ارتباطی رو اعلام بکنم. خوش. من وظیفه خودم رو درست انجام ندادم استاد. خوش. من به عنوان مجری و میزبان عزیزان و شما در کنار حرم بارگاه نورانی آقا امام علی مسترزا علیه السلام میخوایم پول ارتباطی اعلام بکنم. عزیزان اگر بالاخره دل گفته ای دارن، اگر درد دلی دارن، اگر میخواین از راه دور یک زیارتی بالاخره بکنن و میخواین که این زیارتشون در برنامه خودشون به اشتراک بگذارن، با این پول ارتباطی با ما در ارتباط باشن. اجازه میتونید؟ خواهش میکنم. نمبر مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباطی همیشگی و آشنای شما مؤمنان هست با برنامه های خودتان از شبکه جهانی هادی تیوی. بر آستان خورشید، در محضر خورشید، در محضر امام علی مسترضی علیه السلام، در شبهای آخر ماه صفر میزبان شما ایزان هست. امیدواریم میزبان خوبی باشیم، امیدواریم بتوانیم بالاخره آنچه که در دل شما میگذره در این شبها و روزها، شبهای حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام، به محضر آقا اعلام بکنیم، در این برنامه صدای شما شنیده شوه، متنهای شما خوانده شوه. انشاءالله که هر کسی هر گرفتاری داره، هر مریضی داره، هر مشکلاتی داره، به آبروی این خاندان انشاءالله در این شبها و روزها برطرف شوه. استاد عزیز در خدمت شما هستیم. باشه، بله، عرض کردیم پس ما صراط مستقیم رو اینجوری معنا کنیم،
اگر ما در تمام لحظات با یاد خدا میخوابیم، میاشامیم، میخوریم، ما در حال بندگی خدا هستیم و از راه مستقیم به خدا میرسیم. این قربتن الله ما قربتن الله است که با واقعیت تبدیل میشه. و اگر نه غافل بودیم، معنی عبادت را متوجه نبودیم، راه و روش توسعه بندگی را متوجه نبودیم، ما متاسفانه زمان را مصرف میکنیم، انرژی مصرف میکنیم، ساعات زندگی را مشغول کار و فعالیت هستیم، ولی بر میگرده الهام بخش فعالیت ما وسوسه های یا وسوسه انسان هایی که تحت تاثیر شیطانه یا وسوسه خود شیطان. پس توجه لحظه به لحظه ما به خداوند در همه امور زندگیمان در واقع عبادته. در واقع اگر ما برای کسب رزق و روزی حلال از خانه در میشیم، بالاخره برمیگردیم به خانه، در طول روز با انسان های مختلف سر و کار داریم، بالاخره داد و ستدی داریم، اگر در همه اینها خدا را در نظر بگیریم، در واقع عبادت میکنیم. بله، ببینید ما در نماز خب 10 بار واجبه، بگم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چی؟ برای خطر لغزش و عبور از صراط مستقیم تهدید میکنه ما را. ما در هر نماز تجدید خاطره میکنیم که مبادا ما در از اون نماز تا این نماز گرفتاری وسوسه شده باشیم، بیراه رفته باشیم، بازم خدای کمک کن، ما را به صراط مستقیم نگه دار و حفظ کن به صراط مستقیم. این 10 بار تکرار اهدنا الصراط المستقیم این فلسفه را داره که خطر جدیه. مسیر مستقیم را رها کردن خطر جدیه. ممکنه که ما در از اون نماز تا این نماز یک مسافتی بسیار طولانی را صراط مستقیم فاصله گرفته باشیم. رفتم که خار از پا کشم، محمل نهان شد از نظر، یک لحظه غافل شدم 100 ساله را هم دور شد. لذا برای اینکه ما از صراط مستقیم فاصله نگیریم، دین آمده برنامه هایی تنظیم کرده که این خطر رو با ما گوش زد کنه و ما مسئولیت پیدا کنیم. استاد عزیز، ما به عنوان اشخاصی که بالاخره متدین به دین مبین اسلام هستیم، الحمدلله خدا را شکر میکنیم، ما وظیفه ما سنگین تر است. استاد، ما قرآن فرصت داریم قرآن بخوانیم، فرصت داریم ترجمه قرآن بخوانیم، فرصت داریم از تفاسیری که موجود است استفاده کنیم، فرصت داریم از احادیث و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام برای ما رسیده استفاده بکنیم، و ما در واقع فرصت داریم تا از این الگوهای 100% درجه یک، الگوهایی که بهترین هستند و ما بهتر از اینها را نخواهیم داشت و نداشتیم و نخواهیم داشت، استفاده بکنیم. ما چی کنیم استاد؟ ببینید ما یک شکست اساسی خوردیم. امروز زندگی مسلمان الگو هست برای اینکه مردم عبرت بگیره. ببین این مسلمانه، قرآن داره، پیامبر داره، عرض کنیم که اهل بیت داره، ولی بدبختی شده. ببین این بدبختی به سراغ ما آمده. همون جوری که شکایت پیامبر از این قرآن مهجوره، این شکایت به احتمال بسیار قوی در روز قیامت صورت میگیره. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. ما یک مثال خیلی واضح میزنیم. ببینید همه ایمون خب میدونیم که نماز صحبت انسان با خداوند، یعنی خداوند اگر تعبیر درست خوب شنونده ما صحبت میکنیم، داره صحبت میکنیم. 70 سال این صحبت جریان داره. روزی 5 بار با نماز خوندیم، با خدا صحبت کردیم، نمیدانیم که این کلمات معنایش چی بود، با خدا چی صحبت کرد، نمیدانیم. آیا نمیتوانستیم که صحبت ایمان را با خداوند بدانیم؟ چرا؟ اما غفلت رو ببین، ما در روز 10 بار میگویم یا کن عبودو، فقط حرف تو رو گوش میکنیم. آیا معنای این جمله را میدانیم؟ چه مسئولیت سنگینی بر دوش ماست. ببینید غفلت ما این که مسلمان جماعت فعلا با این مشکلات مواجه شده، با این مسائل مواجه شده، این دلیل داره.
و ما انشالله که با برکت زحمات شما عزیزان، شما دوستان، خود این مرکزی که اون فعالیت رو انداخته، مسئولین امر خدمتی بزرگی کرده که ما بیاییم از این وضعیت بیرون شیم. مخصوصا برنامه امشب شما، ما میخواییم که خلاصه به مناسبت ایام مصیبت اهل بیت، هم پیامبر هم فرزندانش، ما بیاییم تجدید نظر کنیم درباره کل زندگی و بخیم ما تصمیم بگیریم که ما در این آخر، در آخر این ماه سفر تصمیم بگیریم، تعهد کنیم که از پیامبر و خاندانش سرمشق بگیریم و الگوگیری کنیم، برای که بدون این الگوگیری اعتصام به قرآن عملی نیست. در واقع فرصت محرم که امسال تمام شد، محرم حالا فرصت سفر رو به اتمام است. در این فرصت ها که ما مفتخر هستیم که عزاداری میکنیم برای اهل بیت علیهم السلام، ماهای دیگر حالا به مناسبت ولادت ائمه ما جشن میگیریم، ما بالاخره مراسم های برگزار میکنیم، اینها نشان میده که ما این الگوها را قبول داریم و دوست داریم که شبیه آنها باشیم. اما اگر در این راه دچار مشکلاتی میشیم، اگر در این راه یک سری حالا ناخواسته یا خواسته انحرافاتی پیش میآید، ما سعی میکنیم که خودمان شبیه آنها بکنیم و از آنها بخوایم که ما را دوباره به راه راست هدایت کنیم. و در واقع آنچه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روزهای عمرشان چند بار تکرار کردند، در طول عمر بابرکتشان بارها تکرار کردند، ولی در آخرین روزها با تاکید فراوان تکرار کردند که اگر بعد از من به دو چیز تمسک بجویید هرگز گمراه نخواهید شد. آن دو چیز گرانبها، آن ثقل اکبر و ثقل اصغر، اهل بیت علیهم السلام و قرآن، و این دو هیچگاه از هم جدا نخواهند شد تا در کنار حوض کوثر به من وارد خواهند شد. و حضرت پیامبر در واقع ضمانت کردند که لن تزلوا بعدی ابدا. در واقع ببینید این ماجراها رو که ما تعریف میکنیم باید هم گریه کنیم، بله، هم تأسف بخوریم. ببینید سال 60 هجری، 61 هجری، بله، با ارتحال پیامبر خیلی فاصله نداشت. بله. 30,000 مسلمان آمدن در کربلا که حادثه عاشورا رو خلق کنند. و امام هم پذیرای شهادت شد. راه دیگر وجود نداشت. این مستند دلیل داره. جز شهادت راه دیگری وجود نداشت و امام حسین پذیرفت کی چکار شد؟ تا امت اصلاح شد. پس امت وضعش خیلی خراب شده بود اون زمان. اینما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول الله. شهادت پیام داره، شهادت جنگدازه، میسوزنه، دل رو میسوزنه، ولی به انسانی عزادار میگه که شهادت من برای این بود که تو اصلاح شوی، صراط مستقیم رو پیدا کنی و در صراط مستقیم بیمانی. روزه اصلی عاشورا اینه، ولی ما به این مسئله توجه نمی کنیم. فقط دلمون خوشه که ما در اصل غمها و غصه های حضرت زینب گریه کردیم. در صورت حضرت زینب غم و غصه را متحمل شد تا ما اصلاح شدیم، تا عاشورا پیروز شد. هنوز چند روز بیشتر از 40 نگذشته استاد، هنوز خیلی از عزیزان در عتبات عالیات در حال زیارت هستن و حالا خیلی هم موفق شدن، مشرف شدن به این بارگاه نورانی. همونطوری که عزیزان بیننده شاید در این لحظه دلشان میخواست که در این بارگاه باشن، از اینجا ما چی پیامی داشته باشیم؟ تعهد، هم با پیامبر تعهد کنیم، معذرت خواهی کنیم که ما کوتاهی کردیم در الگو گیری، هم با امام رضا تعهد کنیم، هم با حسن مجتبی تعهد کنیم، هم با کربلا، با ابی عبدالله، شهدای کربلا، از اسرای کربلا تعهد کنیم که اگر تا هنوز کوتاهی کردیم، الان ما برمیگردیم به صراط مستقیم و هم صدا میشیم با ابی عبدالله که فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح. ما لبیک بگیم، خودمون را بسازیم و در مسیر مستقیم قرار بدیم و دوباره گرفتار وسوسه شیطان نشید. بسیار تشکر استاد ارجمند. شب اول برنامه های ما در کنار حرم مبارک آقا امام علی مصطفی علیه السلام در خدمت شما بسیار مفید بود.
انشاءالله که بتونیم در شبهای آینده هم از برنامه براستان خورشید در خدمت شما باشیم. استاد یک خط دعا و پایان برنامه بفرمایید. همه شما بزرگواران که تا این لحظه برنامه خودتان براستان خورشید دنبال کردین تشکر میکنیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم، انشاءالله که بتونیم در این چند شب باقی ما و از همه شما التماس دعای خیر داریم و برنامه خودمون رو با دعای همیشگی خودمان به پایان میبریم. اللهم ان هذا منک و من رسولک و من حجتک.